شهرام خلدی استاد تاریخ علوم سیاسی از آنتاریو کانادا با مساق خلدی، شمار دفعاتی که آقای بلینکن به خاورمیانه رفته دیگه از دست من خارج شده. مشخصه که دولت بایدن داره تمام تلاشش رو میکنه تا از انفجار این دیگ در منطقه جلوگیری بکنه، ولی چقدر فکر میکنی با توجه به اتفاقاتی که الان داره میفته، به خصوص حملاتی که اسرائیلی ها در لبنان و سوریه دارن میکنن، ممکنه دیگه خیلی دیر شده باشه و دیر یا زود آتش این جنگ به نقاط دیگر هم کشیده بشه؟ خدمتتون درود میفرستم جناب فرستاد و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که با وجود اینکه من یکی از هواداران پر و پا قرص کتاب دیپلماسی مرحوم آقای کیسینجر نیستم، ولی ما در شرایطی هستیم که به نظر من ما به یک دیپلماسی کیسینجری احتیاج داریم در منطقه خاورمیانه. و انگامی که در اوایل دهه 1970 و اون شوک نفتی و تحریم نفتی و جنگ یوم کیپور آقای کیسینجر وارد عمل شد، یک کاری که کرد این بود که حرفهایی رو که میزد به طرفین مختلف، حتی به اسرائیلی ها، البته بر اساس تصور خودش میدونستش که اون حرفها به گوش اطراف دیگه نمیرسه. البته ما امروز میدونیم که آقای اشرف مروان که به هر حال یکی از نزدیکان ناصر بود، عامل اسرائیلی ها بود و بهشون اطلاعات میرسون در مورد حرفایی که آمریکایی ها به مصری ها میزدن. بر اساس این الگو به نظر من ما وارد فازی شدیم که من بهش میگم فاز روانی و فیزیکی جنگ. اگر ما تا امروز در فاز کاملا فیزیکی جنگ بودیم، الان داریم وارد فاز روانی جنگ میشیم. یعنی جنگ داره تبدیل به ابزاری میشه برای اینکه آینده خاورمیانه رو در کوتاه مدت تعیین کنه، و این تعیین شدن در واقع آینده خاورمیانه، هر سناریویی که بر اساس این جنگ روانی که در ادامه جنگ فیزیکی داره اتفاق میفته پیریزی خواهد شد، در میان مدت سرنوشت خیلی از مسائل و دینامیسم رابطه بین اسرائیلی ها و اعراب رو مشخص خواهد کرد، و کلید حل در واقع بسیاری از مسائلی که وجود داره سرنوشت به نظر من غزه، کرانه باختری رود اردن و البته سرنوشت حزب الله لبنان هست. چقدر فکر میکنید که ایالات متحده در ریز جزئیات عملیات اسرائیل هست؟ چون گزارش ها این ور اون ور هست، خودتون بعضیش رو برای من فرستادید، که به نظر میاد که اقداماتی که داره اسرائیل میکنه الزاماً اقداماتی نیستش که تمامش رو جزئیاتش رو آمریکایی‌ها بدونن. دقیقاً همینطوره. فراموش نفرمایید که اسرائیل از جنگ سرد به این طرف، به خصوص از سال 1968 که رسماً ایالات متحده حمایت نظامی تمام عیار خودش رو از اسرائیل شروع کرد، تنها متحد ایالات متحده بوده که درباره تمام فعالیت‌های ایالات متحده نسبت به اسرائیل جاسوسی میکرده در قلب دولت ایالات متحده. کیس جاناتان کلارک رو داریم که زندانی شد به خاطر همین موضوع، به خاطر جاسوسی برای اسرائیل نزد ایالات متحده. به نظر من این اتفاقی که داره میفته، خروج ناو هواپیما بر آیزنهاور از دریای مدیترانه و ورودش به دریای سرخ، باز البته در اون شعاع راهبردی هست برای اینکه بتونه اسرائیل کمک بکنه، ولی این نشون دهنده این هست که حداقل اسرائیلی‌ها به آمریکایی‌ها گفتن که اگر بخوان معامله‌ای با حزب الله بکنن، حزب الله توانایی این رو نخواهد داشت که به طور پایدار برای کوتاه مدت بتونه با اون آتش سنگینی که اسرائیلی‌ها روانه حزب الله خواهند کرد به حزب الله پاسخ بدن، که این تا حدودی دست اسرائیل رو باز می‌گذاره. چون معمولاً در این گونه موارد، همونجوری که می‌دونید و تاریخ منطقه نشون داده، هر وقت که اسرائیل دست به یک همچین حملاتی زده، اصولا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی سعی کردن جنگ رو توسعه بدن. من فقط یه نکته رو خدمتتون خیلی سریع عرض بکنم چون وقت کم هست. یک جنگ سایبری هم در جریان هست. سال 2007 وقتی که اسرائیلی ها سوریه رو، یعنی تاسیسات اتمی سوریه رو زدن، کنترل تمام دفاع هوایی سوریه رو از نظر سایبری در دست داشتن، ولی این رو نشون ندادن، فقط منحرف کردن این رو. به نظر من میرسه که وقایعی که ظرف 48 ساعت گذشته، خب به نظر میرسه که ارتباطمون اونا کنترل کردن.
آقای خلدی، جمله آخرتون قطع شد ولی فکر میکنم فهوای کلامتون رو بیننده متوجه شدم. عذرخواهی میکنم و ممنونم از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از آنتاریو کانادا.